رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید بیش از 80 هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین وارد عراق شدند. سوران خاطری گزارش می‌دهد. علیرضا رشیدیان همچنین شامگاه یکشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران خبر کشته شدن یک زائر ایرانی و مجروح شدن دست کم 36 تن را بر اثر ازدحام در مرزهای ورودی به عراق تایید کرد. ورود 80 هزار زائر ایرانی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین در حالی است که بغداد مجوز ورود 60 هزار زائر از ایران را صادر کرده بود، به شرطی که این زائران با ویزا از طریق فرودگاه‌های بین‌المللی وارد عراق شوند و هنگام ورود تست کرونا از آنها گرفته شود. در چند روز گذشته هزاران زائر در مرزهای زمینی برای ورود به عراق تجمع کردند. مجید کاکی سرپرست فرمانداری مهران یکشنبه اعلام کرد که 8000 زائر ایرانی در مرز مهران منتظر ورود به عراق هستند. هزاران زائر هم در مرز شلمچه تجمع کرده بودند. یک مقام عراقی به خبرگزاری رویترز گفته است نخست وزیر عراق دستور بازگشایی مرزهای زمینی برای ورود زائران را صادر کرده است. سه روز است که ما در مرز شلمچه هستیم. شکر خدا و با تشکر از شما ما اکنون اینجا هستیم و اگر خدا بخواهد از مرقد امام حسین دیدار و برای شما هم دعا خواهیم کرد. مصطفی کاظمی نخست وزیر امروز با مقامات استان کربلا دیدار و از نیروهای امنیتی درخواست کرد تا امنیت مراسم اربعین و زائران را در اولویت قرار دهند. عثمان الغانمی وزیر کشور عراق هم از حضور 20 هزار نیروی امنیتی در کربلا برای تأمین امنیت مراسم اربعین خبر داده. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.